درود دیگر خدمت شما همراهان خوب کانال ورزش تیوب. من کوروشم و خوشحالم که میتونم با یک کلیپ دیگه از اتفاقات جنجالی ورزش ایران و جهان در خدمتتون باشم. نقل و انتقالات زمستانی فرصت خوبی برای برخی از ستاره هاست که مسیر جدیدی رو در پیش بگیرن، یا اینکه برخی باشگاه از این فرصت استفاده کنن و یه مهره کارآمد برای این فصل دوم به لیستشون اضافه کنن. ژانویه بهترین زمان برای تقویت تیم‌های لیگ برتریه. توی روزهای کریسمس و در آستانه سال نو میلادی با وجود برگزاری مسابقات در انگلیس، تیم‌ها فکر استخدام بازیکن‌های جدید خواهند بود. ژانویه 2021 که حسابی شلوغ بود و حالا این احتمال وجود داره در ژانویه 2022 هم شاهد انتقال‌های بزرگ و مهمی باشیم. مثلا نیوکاسل پایین جدولی با مالک جدید و متمول بیشک در فکر تقویت کردن خودش خواهد بود. یا منچستر یونایتد و تاتنهام که به حضور سرمربیای جدیدشون گفتن تیمشون نیاز به تقویت داره. توی این ویدیو 10 بازیکنی که شاید در نیم فصل دوم توی تیم دیگه ای توپ بزنن و لیست کردم و براتون میخونم. پیر امریک اوبامیانگ از آرسنال به بارسلونا. پس از سلب کاپیتانی از اوبامیانگ ممکنه میکل آرتتا به طور کامل این ستاره گابونی رو از برنامه‌هاش کنار بذاره. شاید تصور کنید مشتریای بزرگی برای یه بازیکن 32 ساله در خوشسالی گلزنی وجود نداشته باشه، اما بارسلونا به دنبال بازیکنی مثل مهاجم سابق دورتمونده. بعد از اینکه سرخیو آگوئرو مجبور شد به دلیل مشکل قلبی از فوتبال خداحافظی کنه، بارسا برای تقویت خط حمله به طور قطع در ژانویه مهاجم جدیدی به خدمت خواهد گرفت و اوبامیانگ یکی از گزینه‌های مهم اونهاست. ناتانیل فیلیپس از لیورپول به وستهم. اهمیت فیلیپس فصل قبل برای لیورپول کاملا آشکار بود، اما بازگشت مدافعان مصدوم قرمزها باعث شد فرصت بازی این مدافع باز هم کم بشه. این بازیکن 24 ساله تا دسامبر برای اولین بازی توی ترکیب لیورپول ثبت کرد. شاید اگه لیورپول بازم وارد بحران مصدومیت بشه، فیلیپس ارزش خودش رو نشون بده، اما یکی از تیم‌هایی که به فکر جذب مدافع افتاده وستهمه، چرا که آنجلو اوگبونا و کورت زوما با مصدومیت‌های طولانی مدت از میادین دور شدن. چکش‌ها تابستان قبل هم به فکر جذب فیلیپس بودن و شاید دوباره به سراغ مدافع تیم لیورپول برن. دل علی از تاتنهام به نیوکاسل. پس از احیای کوتاه مدت در دوران نونو اسپیریتو سانتو به نظر میرسه دل علی آماده جدایی از تاتنهامه. آنتونیو کونته نتونسته فضای مناسبی برای این هافک 25 ساله پیدا کنه. علی فقط به یه محیط جدید نیاز داره و نیوکاسل میتونه بهترین مقصد برای ملی پوش سابق انگلیس باشه که حدود 2 سال دیگه به تیم ملی کشورش دعوت نشده. شاید این بازیکن و باشگاه تاتنهام به نتیجه برسن که منجر به جدایی موقت از تیم لندنی بشه. کیران تریپیه از اتلتیکو مادرید به نیوکاسل. این امکان وجود داره که تریپیه بازیکن سابق تاتنهام هم به لیگ برتر برگرده، چرا که او پایان فصل با اتلتیکو مادرید قراردادی نخواهد داشت و آزاد میشه. به همین دلیل هم تیم مادریدی میخواد ژانویه از فروش این بازیکن پول نقد در بیاره. نیوکاسل توی موقعیتیه که برای جلوگیری از سقوط نیاز به ستاره داره و تریپیه هم از بهترین بازیکن‌های اتلتیکو توی فصل پیش بود که قهرمان لالیگای اسپانیا هم شدند. این ملی پوش انگلیسی تابستون گذشته هم مورد توجه منچستر یونایتد بود. حالا حضور ادی هاو که سابقه کار توی برنلی با او رو داره، شاید این بازیکن رو راهی سن جیمز پارک کنه. آرون رمزی از یوونتوس به آرسنال. با توجه به اینکه آرسنال این روزها درگیر مسئله تغییر کاپیتان و تعادل بین جوانی و تجربه رو می‌خواد حفظ کنه، بعید نیست آرون رمزی به این تیم برگرده. خریدهای تابستونی آرتتا خوب بودن و جوان، اما بعد از رفتن آرسن ونگر بازیکن‌های مهم و با تجربه‌ای رو از دست دادن. یکی از راه‌های رفع این مشکل میتونه برگردوندن رمزی بازیکن فعلی یوونتوس باشه که در پی فسخ قراردادشه. گفته میشه به دلیل اینکه باشگاه یوونتوس میخواد دستمزدها رو کاهش بده، بعید نیست با جدایی آفک ولزی موافقت کنه. اما بمب نقل و انتقالات اروپا میتونه دوشان ولاهویچ گلزن فیورنتینا باشه. آنتونیو کونته همین حالا هم روی نتایج سبک بازی تاتنهام تأثیر گذاشته، ولی به دنبال سرمایه گذاری برای این تیم لندنی هم هست. تیم او مشخصا نیاز به گل داره و حتی وجود حضور هری کین ستاره دیگری برای خط حمله میخواد تا بار گلزنی رو از روی دوش کاپیتان تیم ملی انگلیس برداره. ولاهویچ سربستانی اخیراً به تاتنهام هم لینک شده. ستاره 21 ساله فیورنتینا توی فصل جاری درخشان بوده و به پیشرفتش ادامه داده. بنا به گزارش‌های اخیر، ولاهویچ پیشنهاد تمدید قرارداد با فیورنتینا رو رد کرده و تعدادی پیشنهاد از لیگ برتر انگلیس داره. فرانک کسیه از میلان به منچستر یونایتد. شاید برای کوتاه مدت تقویت منچستر یونایتد با بعضی خریدها توی دستور کار رالف رانگنیک قرار بگیره. یک هافبک دفاعی اولویت سرمربی آلمانیه و نام فرانک کسیه از قبل در ارتباط با شیاطین سرخ بوده.
از اونجایی که میلان از مسابقات اروپایی کنار رفته و قرارداد هافبک سائل آجی رو به اتمامه، توی ژانویه مشتری‌ها شانس دارن تا اونو به خدمت بگیرن. همین حالا هم اریک بایی به عنوان هموطن کسیه در اولد ترافورد حضور داره و شاید اونو برای انتقال به لیگ برتر وسوسه کنه. ادن آزار از رئال مادرید به لیگ برتر انگلیس. جادوی ادن آزار در رئال مادرید کار نکرده، چرا که زین الدین زیدان رفت و آزار با مصدومیت‌های متعدد از ترکیب اصلی دور شد. ستاره سابق چلسی هنوزم آماده نیست و برای بازیابی فرم خوبی که داشته بازم زمان میخواد. بازگشت به انگلیس میتونه شروعی دوباره برای بازیکن 30 ساله باشه که شاید سال 2022 آخرین جام جهانی خودش رو سپری خواهد کرد. با این حال با توجه به دستمزد بالای هافک بلژیکی مشخص است کدوم باشگاه به سراغ او خواهد رفت. شاید مثل گرت بیل حضور قرضی توی تاتنهام گزینه خوبی برای آزار باشه. نیکولاس پپه، انتقال قرضی از آرسنال. در حالی که جدایی آزار از چلسی به این بازیکن ضربه زده، مسیر برعکس برای نیکولاس پپه وجود داشته. وینگر ساحل آجی که گرونترین بازیکن تاریخ آرسنال بوده، با درخشش بازیکنایی مثل بوکایو ساکا، امیل اسمیترا و گابریل مارتینلی به حاشیه رفته. فروش او توی ژانویه شاید سخت باشه، اما اگه آرسنالی ها بخوان بخشی از ضرر خرید چنین بازیکنی رو جبران کنن، میتونن اون رو قرض بدن. آنتونی مارسیال از منچستر به هر جایی که بتونه بازی کنه. در حالی که بعضی از بازیکن‌های منچستر با حضور مربی جدید شرایط خیلی بهتری پیدا کردن، آنتونی مارسیال مهاجمیه که به نظر میرسه از آینده‌اش مطمئن نیست. مهاجم سابق موناکو با اومدن کریستیانو رونالدو فرصت بازی کمتری پیدا کرده. به زبان ساده برای حضور مهاجم 26 ساله توی جام جهانی 2022 این بازیکن نیاز داره تا به تیم بره که بازی کنه. یوونتوس شاید مقصد خوبی برای این بازیکن باشه، اما از بارسلونا و برخی باشگاه‌های لیگ برتری هم برای انتقال مارسیال نام برده میشه. از اینکه توی این کلیپ هم همراه من بودید ازتون ممنونم و خواهش میکنم کانال منو سابسکرایب کنید تا بتونم شما را در جریان اتفاقات و حواشی ورزش ایران و جهان قرار بدم.